أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفاقاتی که قبل از جنگ افشار رخ داد، ما بسیار مختصر به چند موردی مهمی او اشاره میکنم. یک، ناکام ساختن طرح شورای حل منازعات قبل از جنگ افشار. شورای حل منازعات توسط دکتر عبدالرحمن نورستانی ایجاد شد و او در او زمان وزیر هوانوردی و اصالتاً از ولایت نورستان بود. دکتر عبدالرحمن نمیخواست هزارها با دیگر اقوام درگیر جنگ های نخواسته شود و به همین منظور شورای حل منازعات توسط او ایجاد شد و نجم الدین مصلح از ولسوالی جرم ولایت بدخشان که رئیس اداره امور او زمان بود، مصلح ریاست شورا را عهده‌دار شد. او در زمان ماموریت خود تلاش کرد درباره صلح با شخصیت های زیاد ملاقات کنه. گفته میشه که بعضی از شورای مرکزی حزب وحدت با این طرح خوشبین بودند. مزاری از مصلح در مقر خود کارتسه دعوت خصوصی میکنه که دعوت شبیه همو دعوت مرحوم آقای انوری بود که بعدها در شب حادثه 23 سنبله 1373 رخ داد. اما مرحوم انوری چانس آورد و از توطئه مزاری نجات یافت. مصلح نسبت به این دعوت مشکوک میشه، این دعوت نمیپذیره تا ای که مزاری با همکاری جنبش ملی مصلح از مکریان کونه اختطاف میکنه و از رای چهارآسیاب به کوته گانه انتقال میده و در اونجا سربنیست میکنه. مورد دوم، تروری دگر جنرال میرهاشمی هاشمی بود که هم قبل از جنگ افشار اتفاق افتاد. دگر جنرال میرهاشمی هاشمی از سادات چنداول و عضو حزب جمعیت اسلامی و رئیس سیاسی امنیت ملی بود. هاشمی در پل چرخی زندانی بود و توسط مسعود تبادله شد و آخر جهاد به پنجشیر رفت. او به خاطر همه عرق مذهبی از طریق بعض اعضای حزب وحدت و جمله انجینیر حبیب از اعضای منحله سازمان نصر در کابل و از رفقای زندانی هاشمی بود. او زمینه ملاقات با مزاری فراهم میکنه و در علوم اجتماعی هاشمی با مزاری ملاقات میکنه و به خاطر مصلحت های کلان جامعه تشیع هاشمی اظهار نگرانی میکنه و به مزاری پیشنهاد میکنه که با دولت مذاکره و گفتگو کنه و صلح کنه تا از وقوع جنگ های خونین جلوگیری شوه. و اما مزاری خطاب به شهید هاشمی میگه که من در این جنگ ها تنها نیستم، یک دستم حکمتیار است و دست دیگرم دوستم. و بعد از همون ملاقات مزاری به حیدری ورسی که زمان رئیس کمیته اطلاعات بود، سابقه حرکتی هم داشت، او زمان رئیس کمیته اطلاعات از وحدت بود، به او میگه که بچه آمده که مرا بترسانه. و در نهایت هاشمی به نتیجه از علوم اجتماعی باز میگرده و در مسیر بازگشت از علوم اجتماعی در محدوده چوک دیمزنگ ترور میشه. مورد سوم، ترور غرجستانی در پیوند ملاقاتی با دوستون بوده که هم قبل از جنگ افشار اتفاق افتاد. محمد عیسی غرجستانی
به هیچ چیز به سیاسی وابسته نبود، با سیاست ولایت فقیه و صدور اسلام سیاسی از خارج افغانستان مخالف بود و او هیچگاه به حزب عدد هم نپیوست و سرانجام به خاطر همین سیاستیش به دستور مزاری ترور شد. غرجستانی 2 سال پیش از سقوط دولت دکتر نجیب همراه هیئت تحریریه ندای خراسان و نماینده تنظیم نسل نو هزاره مغول در پنجشیر با مسعود ملاقات کرد و در سال 1371 خورشیدی با روی کار آمدن دولت مجاهدین میخواست مرکز فعالیت های فرهنگی خود از کویت و پاکستان از کویت پاکستان به کابل منتقل کنه و به همین منظور او با مسئولین حزب عدد و شخصیت های زیاد از حزب عدد و از جمله عبدالعلی مزاری ملاقات کرد. غرجستانی در اقامتش در کابل در کارته سخی منزل استاد اسماعیل مبلغ بود. او در آخرین شب و قبل از ترور خود در لیلیه دانشکده طب کابل با دوستان خود بود و از ملاقات به رهبران حزب وحدت و برخی شخصیت های ملی با اونا صحبت داشت و در کل او از سیاست احزاب جهادی ناراضی بود. غرجستان یک شب قبل از سفر خود به شهر مزار به قصد ملاقات با جنرال دوستوم عبدالعلی مزاری او را دعوت کرد. به گفته ابوذر پسر کوچیکی مبلغ که فعلا در آلمان زندگی میکنه او گفت که غرجستانی طبق وعده ای که از قبل با مزاری داشت طرف علوم اجتماعی رفت و سربنش شد. بعد از بازگشت البته سربنش شد، اگرچه بعدا قتل غرجستانی را به شیر حسن مسلمی نسبت دادن. البته او زمان مسلمی هم ممکنه با مزاری هماهنگ بوده دیگه، تا اون موقع را مسلمی و یک تعداد از مزاری جدا نشده بود. غرجستانی قرار بود که برای فردای آن روز همراه رفقای خود از لیلیه دانشکده طب به طرف مزار بره و در مسیر بازگشتی از علوم اجتماعی که با مزاری ملاقات داشت در مسیر بازگشت ناپدید و مفقود الاثر شد. چهارمین موردی که میخواستم بگم، حد که حرمت نیروهای مزاری به دکتر ودیر صافی که هم در مأموریت صلح‌طلبیشی بود، صلح‌طلبی ودیر صافی بود که هم قبل از جنگ افشار اتفاق افتاد. دکتر ودیر صافی اصالتا از ولایت لغمان که در سال 1349 خورشیدی از بخش ژورنالیسم دانشکده ادبیات و منابع بشری دانشگاه کابل فارغ شد و در سال 1353 خورشیدی ماستری خود در روابط بین المللی و دکترای خود در حقوق بین الملل و علوم سیاسی از دانشگاه چارلز براک چکسلواکیا گرفت و از سال 1370 تا 71 خورشید به عنوان وزیر هوانوردی و رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی افغانستان وظیفه انجام میداد. دکتر ودیر صافی در جریان مذاکره و ایجاد صلح که با مزاری ملاقات داشت، موقع بازگشت از علوم اجتماعی در مسیر را توسط باند خودسر حزب وحدت دستگیر میشه و مورد حد که حرمت قرار میگیره، اذیت و آزار میشه توسط قماندانای حزب وحدت. قماندانای حزب وحدت به او میگه که خوب ما وزیر سواری را هم تجربه کنیم.
که من دیگه صراحت گفته نمیتونم، که پس از یک روز در اثر تلاش مقامات حکومتی و مال فشاری که از طرف بعضی از مسئولین حزب وحدت به مزاری آمد، مزاری هم اجبارا به نیروهایش دستور میده که وزیر سافر آزاد کنه. در نتیجه ای را در میابیم که قبل جنگ افشار در اثر معامله با معامله مزاری و حزب وحدت که او زمان نمایندهشی در این معامله آقای خلیلی بود، قبل جنگ افشار معامله که با حزب اسلامی صورت میگیرد در میدان شهر، امکانات نظامی و سلاحهای زیادی و جمله فرقه ای که در میدان شهر بود در اختیار مردم تشیع و هزاره بود و حزب وحدت، او را از دست میته. قبل جنگ افشار چند نفر در راه صلح قربانی میشه، شورای حل منازعات فروپاشی میکنه، حزب وحدت تشکلاتی که ایجاد کرده بود که مزاری در دستش قرار داشت، این تشکیل مجاهدین برای فرقه و غنهایی که داشتند و هم از بیرونی ها. ولی افشار بدون مقاومت قبل از ظهر 22 دلو 1371 خورشیدی سقوط کرد. با این وضعیت نتیجه میگیریم که حتی اطرافیان مزاری با مزاری و همینطور با یکی دیگه خیانت کردند. موفق و پیروز باشید.